اردوان روزبه، روزنامه نگار از محل تحصن مقابل کنگره آمریکا همراه ماست. اردوان، از حال و هوای اونجا برامون بگو. رکسانا، دهمین شب که ایران اینترنشنال از شب اول داره این تحصن رو پوشش میده. در واقع ما لحظه به لحظه دیدیم که چطور جمع کوچکی که اینجا دور هم جمع شدن و سه نفر زیر یک چادر بودن، اونجوری که میبینید پشت سر من، تبدیل به صدها نفر شدن که تو هر برنامه‌ای شرکت میکنن. آدم‌هایی که حتی از ایالت‌های مجاور میان، از مریلند، ویرجینیا و حتی دورتر. ما میهمان اینجا دیدیم از کارولینای شمالی آمده یا از نیویورک، و این جمع هر روز بیشتر شده. امشب مراسمی داشتن بچه‌های متحسن برای چهلم کشته شدگان زاهدان، و همچنین همونجوری که داریم می‌بینیم مردم دوره هم بعد از این جمع میشن تا یک اجرای هنری ببینن و بعد هم برنامه بحث آزاد. اما من میخوام که همراه هم یک میهمان باشه، علی عکاس، خبرنگاری که از اول این پوشش این همراهی‌های مردم منطقه رو انجام داده و از اول با تیم تحصن کنندگان بوده. علی، ازت ممنون میشم اگه بگی که دقیقا امشب چه اتفاقی افتاد اینجا. حالا ما اینجا امشب هستیم برای همونطور که گفتی مراسم گرامی داشت عزیزانی که در زاهدان قتل عام شدن، و اومدیم اعلام همبستگی بکنیم با همه عزیزان داخل کشور در جای جای وطن که نزدیک دو ماهه دارن در خیابون‌ها حق خودشون و اعتراض خودشون رو فریاد میزنن و گلوله میخورن و کشته میشن. دیگه این حداقل کاریه که ما میتونیم بیایم اینجا و ازشون حمایت بکنیم. علی، به عنوان یک خبرنگار عکاس که از اول این کار و شبیه این، یعنی شنبه های اعتراضی تحصن رو پوشش دادی و در اختیار بقیه گذاشتی، فکر میکنی اینجور حرکت ها چه تأثیری میذاره روی حالا سیاستمدار یا دنیای بیرون از ایران؟ قطعا تأثیر میذاره. ببینین، ما باید صدای مردم داخل کشورمون باشیم. ما اونجا نیستیم، حضور فیزیکی نداریم، ولی هر روز صدای این عزیزان رو بلندتر و بلندتر فریاد میزنیم تا اونایی که در خواب هستن یا خودشون رو به خواب زدن مجبور بشن این صدا رو بشنون، و این تاثیرگذار بوده. شما خودتون میبینین سیاستمدارا مثل سابق نمیتونن بشینن مذاکره بکنن، صحبت بکنن. هزینه این گفتگوها بالا رفته، اینا باید هزینه بپردازن، و این تاثیر حضور مردم و انعکاس وجودشون در اینجاست. و فکر میکنی حضور خبرنگارا در ایران چجوری میبینی اونها رو، کاری که شما اینجا میکنی اونها در داخل ایران دارن میکنن؟ ببینین، من میخوام از این فرصت استفاده بکنم و واقعا درود بفرستم به شرف اون عزیزانی که به خاطر انجام وظیفه کاریشون، خبرنگاران، عکاسان، امروز در زندان هستن. نام ببرم از کسانی که میشناسین: خانم نیلوفر حامدی، الهه احمدی، آریا جعفری، یلدا معیری، عادل کریمی، حسین اسماعیلی، روح الله نخعی، ماندانا صادقی، هدا توحیدی، علیرضا خوشبخت، ویدا ربانی و عزیزان دیگری که ما اینجا هستیم. من میخوام صدای اونا باشم و بگم که خواهان آزادی این عزیزان و کلیه کسانی که دستگیر شدن هستیم. و ببینین، الان وضعیت خبرنگاری در داخل کشور اصلا به صورت مرده است. از تمام عکاس خبرنگارا خواستن که حضور نداشته باشن و پوشش خبری ندن، تهدیدشون کردن. و اگر دقت کنین، تمام عکس‌ها و تصاویری که میاد در مجلات و روزنامه‌های معتبر دنیا چاپ میشه توسط شهروند خبرنگارا گرفته شده، برای اینکه دست و بال همکاران من بسته است. من اینجام که از حق اونا دفاع بکنم. اونا نمیتونن، اجازه ندارن فعالیت بکنن، و ما اینجا هستیم تا بتونیم صدای مردم رو فریاد بزنیم. بله، ممنونم رکسانا. به همین هدفی که علی راجبش صحبت کرد، تقریبا میشه گفت همون هدفی است که متحسنین دارن دنبال میکنن، شنیدن صدای داخل توسط کسانی که بیرون هستن، سیاستمداران، قانونگذاران آمریکایی، مردم در این شهر. و به نظر میرسه که این حرکت داره نقش خودش رو جدی بازی میکنه.